هرکس مرحبالار، سلام به همه. امیدوارم حال همیتون خوب باشه. خوش اومدید به جلسه 27 از آموزش کتاب استانبول B1. هستیم در خدمت شما از کتاب کار درس سوم. جلسه پیش درس سه رو کامل و جامع ما تموم کردیم، الان هم کتاب کارش هستیم و خدمتتون باید بگم که طبق روال گذشته، برای اینکه زمان ویدیومون اضافه نشه، برای اینکه بچه ها کسل نشن و توی کتاب استانبول A1 و A2 هم حجم کم بود، همین که با توجه به حجم متن که کم بود، من خیلی ها رو میدیدم که میگفتم بابا اینا رو بیا مثلا به جای اینکه یه نیم ساعت پر میکنین 3 تا 10 دقیقه کن که ما هم وقتمون زیاد گرفته نشه. پس ما سعی میکنیم که زمان این ویدیو رو یه جوری تنظیم کنیم که زیاد نشه و کم هم نشه و جوری باشه که حداقل یه بخشی رو بگیم تموم کردیم. خلاصه من جواب این قسمت رو خدمتتون حتما آخر ویدیو میذارم، آخر ویدیو رو چک کنید، اما این قسمت خب مهم هستش و بریم که این قسمت رو با همدیگه بخونیم. بریم بخونیم قسمت رو. عنوان قسمتمون وجودموز اویمیز هستش. وجود میدونید به معنی خانه هست، وجودموز اویمیز یعنی بدنمون، خونمون هستش. حالا بریم ببینیم که چی هستش. البته من این املایش هم واسهتون بنویسم. این املاش اینطوریه، چون اوموز اضافه شده آخر این وجود، این ت که اینجا ملاحظه میکنید دستی نوشتم تبدیل به د شده. دلیل اینه. خب بگیم که وجودونوزو تانماک، شناختن بدنتون. سیزه اونو دیشتیرمه، یعنی برای شما اونو تغییر دادن. چی رو تغییر دادن؟ بدنتون رو تغییر دادن. کروما محافظت کردن، güçlendirme تقویت کردن، امکان سالار امکانش رو فراهم میکنه. سو برولارنزدا کوچک بیر تکانکلک. خب من این سو بروسو رو بهتون بگم. ببینید برو به معنی لوله هست، من اینجا بنویسم برو به معنی لوله هست. الان سو بروسو میشه لوله آب. تکانکلک یعنی گیر، یعنی گرفتگی. میگه در لوله های آبتون اگر یک گرفتگی کوچولو کوچک باشه، تسیساتچه چارماسنس. تسیساتچه یعنی لوله کش، تسیساتی، چارماک صدا کردن، صدا نمی کنید. لاوابو پمپاسنه کولانر، اون پمپ در واقع ظرفشویی رو استفاده می کنید. سرونو کندینیز چزمه چلشرسنز، مشکل رو خودتون تلاش میکنید حل کنید. متفاکتا بیر سینک گروپ بوجک ایمها اکیبینه خبر ورمسنز. وقتی که در آشپزخونه یک سینک به معنی در واقع مگس هستش، وقتی در آشپزخونه یک مگس میبینید، هیچ موقع به تیم از بین بردن حشرات خبر نمی کنید. پس ایمها همون امها هست، بجه کم حشره میشه. این لغت رو میتونید استفاده کنید و یادداشت کنید. اکیپ هم باز اینم اکیپ آخرش پ هست، این چون پسفند ای اضافه شده پ تبدیل به ب شده. خبر ورمسینز یعنی خبر نمیدید. بیر آمپول پاتلارسا، اگر یک آمپول به معنی لامپ به ترکه، الکتریک چیه چارماسنز، برقکار رو صدا نمیزنید. اوینیزین ینیلینی کوروماسی کنوسوندا کندینیزه گوونیرسینز. ینیلیک به معنی اون نوآوری هستش. کوروماسی به معنی محافظت. کنو هم موضوعه. ینیلینی کوروماسی یعنی حفاظت از، در موضوع حفاظت از نوآوری خونتون، جدید بودن خونتون،
kendinize güvenirsiniz. Yani bir kendinize itimat edin. Küçük sorunların büyümeden çözülmesi daha ucuz ve etkilidir. Küçük sorun, sorun میدونید problem هستش. Büyümek hem ki بزرگ شدن çözülmesi yani hal شدن. فعلمون çözmeke. Yani این çöz yemek بیاد میشه hal شدن. Çözülmesi yani hal شدنش daha ucuz yani arzunter ve etkilidir ve muessere. Bunu bilirsiniz. İno میدونید. در ادامه میگه که کمیکلرینیز کمیک یعنی استخونه. استخوناتون کریشلر گیبیدیر. کریش به معنی تیره. تیر آهن میگن ساختمانو نگه میده تیر. حالا آهنش نیست ولی خود تیر میشه کریش. مثل کریش هستن. اوینیزین ایچینه کرور. یعنی داخل خونتون یعنی همون بدن منظورشه محافظت میکنه. اونو دستکلر اونو پشتیبانی میکنه. گزلرینیز پنجرلردر. چشاتون پنجره هستن. جیرلرینیز جگرهاتون. دقت کنید که ترکا واسه کبد و ریه جیر میگن یعنی جگر. واسه کبد میگن کارا جیر. واسه ریه میگن آک جیر. به خاطر همین این جیر رو لر آورده یعنی اشاره به ریه و کبد داره. هوالاندرما کانالداردر یعنی کانال های هوالاندرما هستن، هوارسانی هستن، ایر کندیشنینگ هستن در واقع، ایر کندیشنر. بعد بینی نیز مغزتون، خب من عذرخواهی میکنم، کلن سیستم یه جوری شد، صفحه رفت، رنگش عوض شد، کلن همه چی به هم خورد. این صفحه رو من در واقع دوباره باز کردم، اونو همش پاک شد. حالا امیدوارم که نوشته باشین، اگر ننوشتید من حالا باید اینجا رو ادیت کنیم و به چند ثانیه برگردید عقب و نکاتش رو بنویسید. خب مثلا این صفحه نصف شد، نصف شد، نصف این صفحه اومد این بر، یعنی کلن انگار قاطی شد. خلاصه داشتم جیر لر رو توضیح میدادم. اینجا که جیر رو لر آورده دلش اینه که اشاره به کاراجیر و آکجیر میکنه. هوالاندرما هم که توضیح دادیم خدمتتون، ایر کندیشنر گفتیم و کانال هوارسانی گفتیم. بینینیز یعنی مغزتون. بین دقت کنید که بین اینطوری نوشته میشه به معنی مغزه، ولی کن که بخواد پسوند بگیره این ایه وسطش میفته. اینجا میگه که بینینیز مغزتون سیگورتا کوتوسو دور. سیگورتا به معنی فیوزه. سیگورتا کوتوسو میشه جعبه فیوز. بارساک میشه روده. بارساکلرینیز یعنی در واقع روده هاتون. کانالیزاسیون دور همون کانالیزه کانال ها هستن. آزنیز دهنتون مطفانیز دور آشپزخونتون هستن. کالبینیز سو دپوسو دور. دپو یعنی منبع هستش، انبار هستش، منبع آب قلبتون. ساچلرینز موهاتون چیمنلردر یعنی در واقع موهامون چمن هستن. فازلا کیلولارمز تاوان arasındaki اسکی اشیالاردر. اضافه وزن هامون فازلا کیلولارمز یعنی اضافه وزن هامون. تاوان به معنی در واقع سقفه. تاوان arasındaki اسکی اشیالاردر یعنی وسایل قدیمی سقفمونه. یعنی چی سقف؟ تو خونه های شیروانی زیر شیروان در واقع اتاق زیر شیروانی میگن دیگه. اونجا حالا توی ایران من به شخصه ندیدم، ولی که خب توی اروپا اینا آمریکا هستش دیگه، حتما تو فیلماشون دیدین. وسایل قدیمیشون رو میبرن میذارن اونجا، یک استفاده نمیکنن. منظور از اینجا که میگه فازلا کیلولارمز تاوان arasındaki اسکی اشیالاردر یعنی منظور اونا هستن. اضافه وزن هامون وسایل اضافی هستن که زیر شیروانی ما میذاریم. خب بعد میگه که وجودموز وجود ببخشید وجودونوزو
bir ev gibi düşünmenizi istiyorum. Vücudunuzu, yani bedenetun ro bir ev gibi mesela yek hune düşünmenizi istiyorum. Miham ki mesela yek hune fikr konin behiş. Kendi eviniz gibi mesela hune-i khaletun. Evler ve vücutlar arasında büyük benzerlikler vardır. Benzerlik bir şey şebahat. Beyni, der vaka hune ha ve beden ha beyni, arasında beyni. Şebahat های bozorgi hast. Hem eviniz hem de vücudunuz son derece önemli ve değerlidir. Hem bedenetun hem der vaka hunetun son derece yani خیلی یعنی در آخرین درجه önemli ve değerlidir. Muhim ve bağırdaş hastır. İkisi de bütün gücünüzle inşa etmek ve geliştirmek isterseniz. İkisini de yani coftesh hem bütün gücünüzle yani با tamam kudretetun inşa etmek yani ساختن. Geliştirmek hem yani توسعه دادن. میخواین که انشا کنید، بسازید و گسترشش بدید. یعنی اینو میخواین. İşte vücudunuzu da uzun vadede korumak için önlemler almalısınız. Hop. İşte mesela اینجا میتونیم مثلا در واقع معنی کنیم. فقط اینجا. در واقع بدنتون رو هم uzun vadede در طولانی مدت korumak muhafazat کردن korumak için برای muhafazat کردن önlem yani pişkiri önlemler almalısınız yani pişkiri hayı bad انجام بدید. ما یه فعل دیگه هم داریم önlemek yani جلوگیری کردن. اینم حالا از اون میاد. مثلا haftada mesela der hafta 3 kez 20'şer dakika. 20'şer dakika yani her 20 dakika bir var. Egzersiz yapmalı, kalp atışlarınızı hızlandırmalısınız. Yani bad verziş konin kalp atışı yani zarabon kalp. Normal inam zirash kalp bekişam. ضربان قلبتون رو باید هزلاندرمک کنید یعنی تند باعث بشین که تند بزنید. بعضی سالک تستلرینی بعضی از تستای سلامتیتون رو دوزنلی olarak یابدرمالیسینیز. دوزنلی olarak یعنی منظم به شکل منظم باید انجام بدید. اولومسوز دویگولاردن دویگو یعنی احساس اولومسوز منفی از احساسات منفی و استرستن و از استرس uzak kalmalısınız. Bayağı dur başit. Günde en az bir avuç kuru yemiş yemelisiniz. Hop, yek muşt bayağı hatta gal acil bukhorid. Zeytin yağını bol kullanmalısınız. Roğan zeytin robay ziyade istifade konid. Uzmanlara göre erkekler her gece 7-8 saat, kadınlar 6-7 saat uyumalıdır. طبق کارشناسا باید آقایون 7-8 ساعت بخوابن، خانم‌ها 6-7 ساعت بخوابن. یه ترسیز اویکو یعنی خواب ناکافی. بینینیزدکی مطلوق هرمونونو سروتینین از üretilmesine neden olur. یعنی اگه خوابتون ناکافی باشه ذهنتون در واقع هرمون شادی که اسمش سروتین باشه از üretilmek. Üretilmek یعنی تولید شدن. باعث میشه که کمتر تولید بشه. این neden olur یعنی باعث میشه. حالا دوباره بزرگ شد. neden olur یعنی باعث میشه. Bu durumu این شرایط رو dengelemek için dengelemek یعنی متوازن کردن. شکر یا دا tütün gibi zararlı maddeler kullanırsınız. Dengelemek yani ki mutadil kerden, arz kerdem. Tütün hem kemu tütüne kullanırsınız. Estefade mi koni. Uykuya aldırmamak. Aldırmak yani teveccüh kerden. Aldırmamak menfişmiş yani teveccüh ne kerden. Dikkat koyun ki te aldırmak ve pesmende bemiyor. Uykuya aldırmamak yani teveccüh ne kerden. Bekhab. Damdaki sızıntıya aldırmamak gibidir. Dam ince yani hemun sahfe ya poşte bame.
سزنته یعنی نشتی، یعنی که اگر به خواب توجه نکنید انگار به نشتی سقفتون توجه نکردین. ایشلری کتولشتریرسنز، کارها رو بدتر میکنید. کتولشتیرمک یعنی بدتر کردن. ماشاءالله چقدر لغت شد. باز من جواب این قسمت ها رو خدمتتون میگم، این قسمت رو باز حتما میذارم چون وارد نمیشم. بله هیچی، انشالله جلسه آینده قسمت ب درس 3 رو با همدیگه فقط متنش رو میخونیم. من فقط جواب اینا رو در آخر ویدیو خدمتتون میذارم. کندی نزه ای بکن بو ویدیوی بیمی اونوت ماین گلیجک درسه کدار خوشه کلن گرشمک üzere. Bye bye.